قول‌های نقل و انتقالات. سلام و وقت بخیر. نقل و انتقالات تابستان 2019 هنوز زمان زیاد را تا پایان مهلت خود می‌بیند، اما با این وجود سه تیم برتر لالیگا جریان بزرگ را در نقل و انتقالات تابستانی تا همین مقطع برا انداخته‌اند. با من حکمت الله رمزی همراه باشید و جهت حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید و کانال همگام با ورزش را سابسکرایب کنید. از اول انتظار می رفت که رئال مادرید بعد از ناکامی فصل گذشته هزینه زیاد برای جبران آن فصل انجام دهد، اما دو تیم بارسلونا و اتلتیکو مادرید با خریدهایی که انجام دادند فوتبال دنیا را شگفت زده کردند. سه تیم برتر اسپانیا بیشترین پول را تا اینجا در نقل انتقالات هزینه کردند و از این نظر بالاتر از تیم های ثروتمند مثل منچستر سیتی، پاریس سن ژرمن، منچستر یونایتد قرار دارند. تیم هایی که همیشه با توجه به فعالیت هایشان در بازار نقل انتقالات جزء پرهزینه ترین ها هستند. آبی و انالی های بارسلونا 120 میلیون یورو برای خرید آنتوان گریزمان از اتلتیکو مادرید هزینه کردند. اما شاید غافلگیر کننده ترین خرید در این تابستان را دیگو سیمونه انجام داد تا جای خالی شماره 7 خود را با جذب ژائو فلیکس جوان با رقم نجومی پر کند. غافلگیر کننده از این نظر که اتلتیکو معمولا چنین کارهایی را در نقل و انتقالات انجام نمیدهد. فلیکس با 19 سال سن و در حالی که کمتر از یک فصل کامل در ترکیب اصلی بنفیکا به میدان رفته است، نظر روخی بلانکو را جلب کند تا او را با رقم 126 میلیون یورو بخرند و تبدیل کنند به چهارمین خرید گران قیمت تاریخ فوتبال جهان. خریدهای بارسلونا تا اینجا به بالای 235 میلیون یورو رسیده و البته رئال مادرید با 303 میلیون یورو هزینه در تابستان امسال در صدر تیم‌های پرهزینه قرار دارد. ضمن اینکه آنها هنوز هم به دنبال خرید پال پوگو از منچستر یونایتد هستند. بعد از این دو تیم اتلتیکو مادرید با 207 میلیون یورو قرار دارد. رتبه چهارم در اختیار بورسیا دورتموند است که 127.5 میلیون یورو تا اینجای تابستان هزینه کرده و رقیبشان بایر مونیخ هم با 118 میلیون یورو در رتبه پنجم قرار دارد. سویای اسپانیا 111.5 میلیون یورو خرید انجام داده تا نشان دهند که امسال برای موفقیت برنامه مفصل دارند. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. الان نگهدار.